با قول ابو علی سینا، زندگی 4 فصل داره، کاملا مانند فصلهای سال. اول فصل نمو یا کودکی، دوم فصل برومندی، سوم فصل فرودی و چهارم فصل بعد از آن که تا دم مرگ است. هر فصل و هر حالت زندگی ما داستان ها و گفتنی های خود دارد، مشکلات و سختی های خود دارد. خلاصه بگویم که هر کس از زندگی شکایت های دارد. بله؟ آه بچه ایب سلام. عروس خانم هنوز نرسیده؟ نه هنوز نرسیده. من همیجا منتظر هستم. هر وقت رسید به شما خبر میدم. خوب باشه، خیر است. خداحافظ. ها خداحافظ. امروز اینجا پشت همسرم آمده. 3 سال از ازدواج ما میشه، ولی امروز به اولین بار هم دیگه خودم میبینه، چون من در روز عروسی اونجا حضور نداشتم. او امروز به اولین بار از افغانستان به آلمان میایه. بگو تو دل دارم، چرا دوستم نداری؟ بگو دل آزارم، چرا دوستم نداری؟ بگو تو دل دارم، چرا دوستم نداری؟ بگو دل آزارم، چرا دوستم نداری؟ چرا دوستم نداری؟ چرا دوستم نداری؟ از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی؟ جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی.
چی خایتایی بود؟ صد خایته حاله؟ یک خایت او وقت، یک خایت او وقت، صد خایت حاله. قدیما اقدر گپ و گپدانی نبود، اقدر قصه و گله گذاری نبود. بی بی، بیادر و بیادر زاده تا گفتیم که امشب عروس ما میاید و غذای شام ما باشین. یکی شام نامد. دور نه نزدیک، دگه از بیگانا آدم چی گله و شکایت کنه؟ شاید که همه بخیر ما باشه. اگه اونا بیاین و یا میام میدن، همینجا خیر است. گله و گذاری غیر از غیبت یک چیز دیگه بر ما نمی گفتن. همه که جور و صحت مند باشن با ما شما کافی است. و اگر راست شو بگویم، من می فهمیدم کنان نمی این قدر خواست هم آماده کدی. میشه راجع به یک موضوع دیگه گپ بزنیم؟ او سلام علیکم معلم صاحب، خوب هستین؟ چی حال دارین؟ ها بسیار خوش شدم، بسیار خوش شدم که آواز نشنیدم. بله بله بله، شکر، کلگی خوب هستن. شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ طرف هاشو با خیر و خیرتی هست؟ همگی خوب هستن؟ حال ازی بگو که انگه چطور است؟ دخترش هم این طرف آمد، حتما دگه ایگان زره دقا وردنی. ها نه نه، دخترک ما رسیده، رسیده همینجاست. حال گوشی رو برش میتون. خیلی از ما خودت خدا حافظ. پدرت از دخترم همینی برش بتوی. بله سلام پدر جان. و علیکم سلام دختر گلم، چطور هستی جان پدر؟ بخیر رسیدی. در آبا کدام مشکل خوب بر نخوردی جان پدر؟ بله 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 پدر جان، مشنوام. داماد ما چطور است؟ خوشوید، خسارت، انشالله همگیشان خوب هستن بچم. همگی شکر خدا خوب هستن، سلام میگن. خودت چطور استی؟ مادر جانم خوب است؟ شکر جان پدر. ما همگی ما خوب هستیم، شکر مادرت هم خوب است بچم. ما هم خوب هستم بچم، همگی ما خوب هستیم. یگانه پریشانی ما جان پدر از خاطر تو بود. گفتم باش یک مرتبه برات زنگ بزنم، یک احوالتان بگیرم بچم. انشالله خوب باشین. تشکر پدر جان، دلت جمع باشه. ما سیو سلامت رسیدم بخیر. مادرم کجاست؟ نمیخوای گپ بزنه؟ نه جان پدر، مادرت هم همینجا شکر جور از خوب است. پالویم شیشته همینجا نزدیکم. اینا گوشی را برش میتوم جان پدرم، رایش صحبت کو. اینا گپ بزن. سلام جان مادر، چطور هستی دختر قندم؟ خوب هستی؟ بله سلام مادر جان، خوب هستم. بخیر رسیدی؟ بخیر رسیدم. خودت چطور هستی مادر جان؟ شکر است بچیم، خوب هستم. فقط از وقتی که تو رفتی خانه خالی خالی معلوم میشه بچیم. تو معلوم میشه فکر میکنیم که چیزی را گم کرده باشیم.
مگم تو تشویش نکن دختره. یک چند روز است که هر دوی ما عادت باز میکنیم جان مادر. مگم در تشویش من نباش صدقی چاو. انشالله هر دوی ما بخیر و بخوبی امه قدر جگرخون یاره که تیر کدیم انشالله خوشیارم تیر میکنیم. مگم من خوش بمی هستم دختره. الهه شکر که پشت بختت بخیر و بخوبی رفتی. راحت باش. بشین. ببین. پیش از اینکه بخوابی میخوایم امرایت گپ بزنم. و توقع مستویی است که هر گپ بین ما می باشه یا میشه از چهاردیواری خانه باید بیرون نشه. من سر تو اطمینان دارم که گپ ما راز ما همیشه بین خود ما می باشه و تو هم هر گپی که داری میتونی آزادانه برم بگویی. من چقدر خوشبخت هستم که خداوند برم همچو امسر نصیب کده. نه من کدام گفتنی مهم ندارم. میشه که تو گپایت برم بگویی. بی بی آید. تو یک دختر هوشیار هستی. چیزی که برات میگم گپای مرا میتونی خوب درک کنی. شاید میفهمی که عروسی ما به خواست پدر و مادرم شده. اونا از ما خواستن که امرای یک دختر عروسی کنم که در افغانستان کلان شده باشه. پدر و مادرم بر اولین بار در زندگی از من یک چیز خواستن و من همی خواستم که اونا را ناامید بسازم. ببین ولو که ما و تو در نظر مردم زن شوهر هستیم ولی ما و تو بین هم هیچ کدام پیونده نداری. فقط مثل دو همتاقی با هم زندگی میکنی. خدا کنه گپ مرا درک کنی. شب بخیر. چرا دوستم نداری؟
بگو دل آزارم چرا دوستم نداری، بگو تو دل دارم چرا دوستم نداری، بگو دل آزارم چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری، چرا دوستم نداری. از من یار چی دیدی که دامن در کشیدی، جفا کردی بخشیدم، وفا کردم رنجیدی، جفا کردی.